آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. هموطنان نهایت گرامی سلام، امید از صحت و سلامت کامل برخوردار بوده زندگی بر وفق مرام و آرزویتان سپری شد. باز هم با برنامه از گپ گپ مغیزه دیگر در حضور شما هستم و سخن امروز و امشب را از اینجا آغاز میکنم که نماینده های چین و روسیه در عین وقت در کابل چی میکردند؟ شما اطمان از طریق وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها اطلاع دارین که نماینده های چین و روسیه چند روز پیش وارد کابل شدن و چنین وانمود کردن که این مسافرت ها به صورت غیر مترقبه صورت گرفته. بر صورت طالبان از روزی که کابل آورده شدند در رابطه ایشان با شرق و غرب چند فراز و فرود را تجربه کردند. در اوائل رابطه طالبان با روسیه و چین گرم بود و تصور می شد که این دو کشور در شناخت طالبان پیش قدم خواهند شد، اما وقتی روسیه و چین در برسمیت شناسی طالبان تعلل ورزیدند این گروه به غرب روی آورد. در نشست اسلو کشورهای غربی چراغ سبز به طالبان روشن کردند، اما مشروط به اعمال برخی تغییرات در روش و منش طالبان. به نظر می رسد که تغییرات مورد نظر کشورهای غربی برای طالبان مقدور نبوده و این گروه از ترس اوج گرفتن اختلافهای داخلی از خیر این موضوع گذشتند، یعنی نزدیکی با کشورهای غربی. بر صورت در تازه ترین مورد مقامات طالبان به قندهار فرا خوانده شدند و در فردای آن نشستی برگزار کردند. این گروه اعلام کرد که مکاتب دخترانه از صنف ششم به بالا باز نخواهد شد. این در واقع برگشت طالبان به اصول اولیه است، اصولی که رفتار بر مبنای آن را این گروه به خاطر کسب حمایت کشورهای غربی به تعویق انداخته بود. البته که در مدتی که این اصول به تعویق مواجه شده بود این امر موجب مخالفت برخی از حلقات در درون این گروه شده بود. مخالفان تعویق حرفشان این بود که نباید به طمع جلب حمایت کفار از رفتار بر مبنای اصول اولیه پرهیز کرد. آنها خواست غربی ها برای اعمال تغییر در رفتار طالبان را نوع منافقت به هدف ایجاد تفرقه در صفوف خود تعبیر می کردند. به نظر می رسد که رهبری این گروه در کنفرانس اخیر قندهار یا نشست اخیر قندهار به این دودلی و تردید نقطه پایان گذاشت و هدایت خود را به نفع اصولگرایان صادر نبود. در همین حال جنگ اوکراین منجر به تغییرات در رابط و مناسبات بین المللی گردید. جنگ اوکراین هرچند اجالتا توجه شرق و غرب به خود را جلب کرده، اما در دراز مدت از نظر ژئوپلیتیک افغانستان دوباره برای روسیه، چین و همین گونه امریکا و ناتو اهمیت خود را پیدا خواهد کرد. حالا چین و روسیه به افغانستان به عنوان نقطه ضعف نگاه می کنند که اگر به آن توجه نشود احتمال وارد آمدن ضربت از آن متصور است. این در حال است که چین و روسیه میپندارند که با برگشت طالبان به اصول سختگیرانه اولیه امکان عدم تعامل غرب با طالبان بیشتر شده و این فرصت برای چین و روسیه است. اگر بسته شدن سفارت افغانستان در واشنگتن نیز به این محاسبه گذاشته شود، چین و روسیه با اطمینان بیشتری به سوی طالبان گام برمی‌دارند.
نقش پاکستان نیز در این میان حائز اهمیت است. پاکستان در آستانه جنگ اوکراین برای نزدیکی با روسیه تلاش نبود و عمران خان به مسکو سفر کرد. به احتمال زیاد پاکستان به روسیه و چین وعده داده که طالبان را در خط سیاست خارجی اسلام آباد قرار خواهد داد. خود اسلام آباد در قبال جنگ اوکراین سیاستی را در پیش گرفته که بیشتر همسو با هند و چین و به نفع روسیه بوده است. با این وضعیت اگر پاکستان، روسیه و چین بتوانند طالبان را وارد یک ائتلاف ضد غربی نمایند، احتمالاً غربی ها بخواهند که از داعش و سایر گروه های ضد طالبان برای مهار این وضعیت استفاده کنند. اما آنچه در این تحلیل مهم است، غیر قابل پیشبینی بودن رفتار پاکستان و فقدان خود ارادیت طالبان است. از جانب بر اساس گزارش های واصله، تا جایی که دیده می شود موضع سیاسی عمران خان هم با آغاز مخالفت ها مخصوصا در ولسی جرگه آن کشور کاملا مخشوش و سردرگم شده است. تا جایی که مریم نواز دختر نواز شریف اعلام نموده است که به زودی عمران خان را از پاکستان خارج خواهند کرد. پاکستان همیشه با غرب روابط استراتژیک داشته و از نزدیکی با روسیه همواره استفاده تاکتیکی و ابزاری کرده و من حیث حرم فشار بر غرب بهره برده است. طالبان نیست که گروه مرموز و بی‌سر و بی‌پای غیر قابل اعتمادند و روشن نیست که تصامیم امروزشان چند روز دیگر دوام می‌آورد. بنابراین مشکل است در این مورد پیش بینی کرد. با هم می رویم و یک گزارش ویدیویی را که توسط همکار ما خانم نظیره کریمی آماده شده یک جا می بینیم. از شیشه شکسته نخیزد صدا درست، احوال ما مپرس که ما دل شکسته ایم. بلی دوستان عزیز، نه تنها دختران دانش آموز بلکه تمام ملت افغانستان و دنیا از این بابت دل شکستن و عشق می ریزن. هر کی مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود. تصمیم و قدر طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب برای دختران بالای صنف ششم نوروز همه را تلخ نموده و واکنش های جهانی از جمله مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را برانگیخت. بنده نظیره عظیم کریمی با لباس وطنی خیش روز سوم نوروز در نظر داشتم تا به وزارت خارجه سر زده و از آنجا برنامه های ویژه نوروزی را به منظور معرفی فرهنگ زیبای وطن خیش آماده نمایم و از تصمیم یا بهتر بگویم عد شکنی طالبان در مورد مکاتب دختران بالای صنف ششم خبر شدم و این موضوع مانند هزاران افغان دیگر اشک را بر چشمانم جاری ساخت و به اصطلاح اوقاتم را تلخ نمود. مقامات وزارت خارجه آمریکا که مانند هر کسی دیگر به وعده طالبان کم و بیش باور کرده بودند از تصمیم طالبان شوکه شده و همه به شمول دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده و شخص اول وزارت خارجه یعنی انتونی بلینکن این تصمیم را نکوهش نمودن. انتونی بلینکن که در حال حاضر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را در سفر اروپایی شمرایی می کند در این مورد می گوید آموزش حق بشر است. ایالات متحده آمریکا بهانه های طالبان را برای برگرداندن تعهد خود به مردم افغانستان مبنی بر این که همه افغان ها می توانند امروز در تمام سطوح به مکتب بازگردند رد می کند. به باور تعداد زیادی از کارشناسان طالبان با این تصمیم به دنبال اخذ امتیاز از جامعه جهانی در مورد کسب مشروعیت است که تعداد این امتیاز طلبی را به گروگانگیری زنان توسط طالبان تشبیه نمودند. این تصمیم طالبان واکنش‌های اکثر افغان‌ها حتی کسانی که به نوع به طالبان لابیگری می‌کردند نیز برانگیخت است، چنانچه آنها در برنامه‌های تلویزیونی و صفحات اجتماعی ظاهر شده و به طالبان توصیه می‌کنند تا هر چه زودتر در مورد این تصمیمشان تجدید نظر نمایند. خانم رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای دفاع از حقوق زنان افغان نیز از این اقدام طالبان نارضایتی نموده و گفته است حالا می دانیم که تصمیم امروز طالبان برای جلوگیری از بازگشت دختران بالای صنف ششم به مکتب ناگهانی نبوده است. این موضوع توسط رهبری طالبان تصویب شده و در حقیقت خیانت به خانواده های افغان است. می خواهم در اینجا چند موضوع را واضح بسازم. اول اینکه منع تحصیل دختران به هیچ وجه جنبه اسلامی ندارد. برای درک این موضوع باید به کشورهای دیگر اسلامی با اکثریت مسلمان نگاه کرد.
بررسی ها نشان می دهد که مردم افغانستان از تحصیل دختران حمایت گسترده ای دارند. با این حال سازمان ملل متحد نگرانیش از مسدود ماندن مکاتب دخترانه را رسما با طالبان شریک ساخت. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که دبری لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه با گونه رسمی نگرانی و ناامیدی شدید این سازمان از مسدود ماندن مکاتب دخترانه را با طالبان شریک ساخته است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نامه‌ای به مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که این تصمیم اعتماد را از بین می‌برد. وی از رهبری طالبان خواسته است تا دسترسی به تعلیم و تربیت را برای همه دختران و پسران تضمین نمایند. دبری لاینز که ریاست یونما را نیز بر عهده دارد تاکید کرده است که آموزش حق اساسی بشری است و برای بیرون شدن افغانستان از بحران اقتصادی و ایجاد بافت‌های اجتماعی قوی ضروری می‌باشد. طالبان با آغاز سال تعلیمی جدید در یک تصمیم غیر منتظره و برخلاف وعده‌ای که قبلا داده بودند دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب ندادند. با وجود که شاید گفته است هر کی مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود، مورد فیض دم آدم می شود، علم را سرچشمه جان مکتب است. یکی سرمایه‌داران دیگر وطنم در ایالت ویرجینیا که نخواست اسمش برده شود دلیل مسدود نگه داشتن مکاتب دختران بالای صنف ششم را مفلسی و تنگدستی طالبان عنوان میکند. به هر حال دیده شود که دلیل این پیمان شکنی و تصمیم نابخردانه طالبان چیست و چه زمان در مورد این تصمیمشان تجدید نظر میکنند. با سقوط کابل به دست طالبان دنیا سقوط کرد. بزرگترین و قدرتمندترین ائتلاف سیاسی نظامی جهان سقوط نمود و پایان باور میلیون ها افغان به ارزش های جهانی و نظم مسلط بر جهان بود که حمایت از ارزش های جهان شمول را مورد بررسی قرار می داد. از همان زمان اکثر سیاستمداران و جریان های غالب مخصوصا رسانه ها تلاش کردند چهره معتدل از طالبان را به نمایش بگذارند، اما با گذشت حدود افبا از به قدرت رسیدن طالبان کم و بیش همان سیاست های دوره اول رژیم این گروه افرادگرا و خشونت طلب بر افغانستان از سال 1996 تا 2001 ادامه یافته است. در کنار این روند شاهد تنش‌های درونی میان شبکه حقانی و طالبان و همچنان تهدید داعش و احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان نیز هستیم. نگاهی به تحولات ماه‌های اخیر در افغانستان. با عنوان سؤال اول، بهتر است با وضعیت امروز افغانستان پس از به قدرت گرفتن طالبان نگاه بیندازیم. حدود 7 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می گذرد. آنچه در این مدت شاهد بودیم تا چه حد پیشبینی ها و نگرانی های در مورد نحوه حکمرانی طالبان را محقق کرده است. درباره این که نحوه حکمرانی طالبان در این مدت، یعنی مدت 6 ماه تا چه اندازه با پیشبینی های قبلی همخوانی دارد یا همخوانی نیست یا همخوان نیست، واقعیت این است که قضاوت ساده نیست. علت آن است که برداشت‌های متفاوتی در این باره وجود دارد، اما واقعیت این است که طالب گروه ایدئولوژیک است و بر مبنای ایدئولوژی خود عمل می‌کند و با قضاوت دیگران هم کاری ندارد. به این اظهار نظر یکی از مقامات طالبان دقت کنید. او می‌گوید طالب به کسی وعده نان نداده و روزی رسان خداست. این حرف دقیقاً اعتقاد است که طالبان دارد و طالب مسئولیت جز اسلامی کردن جامعه حس نمی کند. با این حال واقعیت ها سرسخت‌تر از آن هستند که طالب فکر می کند. طالب را باید آنطور که هست و فکر می کند دید، نه آنطور که دیگران تصور می کنند. طالب ظرفیت های در حکمرانی دارد و محدودیت هایش نیز کم نیست. طالب را در جامعه سنتی باید دید که با ذهنیت آنها همخوانتر است تا نظام هایی که در 4 دهه گذشته در قالب سلطنت جمهوری ناسیونالیستی داود خان، مارکسیستی نور محمد ترکی، حفیظ الله امین و نجیب
و جمهوری اسلامی جهادی ها و شبه دموکراسی لیبرال دستپخت کنفرانس بین‌المللی بن اول در افغانستان حکمراندند. همین نوع همخوانی فرهنگی، سنت جامعه با شیوه همزیستی ترکیبی یعنی زراعت و مالداری قبایل بود که همان نظام‌های شبه مدرن را پس زد. طالب از متن این فرهنگ برخواسته است. روشن است که جامعه افغانستان از اقلیت با فرهنگ شبه مدرن نیز برخوردار است، ولی تجربه نشان داده است که این قشر متمایل به زیست مدرن که طبقه کم تعداد متوسط شهری آن را نمایندگی می کند، نه از قدرت تاثیرگذاری زیادی بر فرهنگ سنتی برخوردار است و نه آگاهی کافی از آن دارد. طالب مسئول قدرتمند و بر تعداد جامعه سنتی افغانستان است. شیوه حکومتداریش ترکیبی از ایدئولوژی اسلامی، دیوبندی، شبه قاره هند و سلفیت شرق میانه است که طالب به نحو مؤثر با سنت و ارزش‌های قومی گره زده است. در چنین نگاهی حکومتداری طالب با خواست بخش مهم از جامعه افغانستان یعنی جامعه روستایی سازگاری کامل دارد. از این ظرفیت طالب اگر غفلت شود در قضاوت به بیراهه خواهیم رفت. اینکه دیگران این شیوه حکومتداری طالب را تایید کنند یا تکذیب، در نگاه طالب به قدرتی که آن را مطابق با ارزش‌های اسلامی می‌داند و با سنت‌های قومیش همخوان است تأثیر ندارد. بنابراین به باور شخصی من، طالب در حکومتداری خود مطابق برداشتش از اسلام و فرهنگ قومیش موافق عمل می کند و اینکه دیگران چگونه نوع حکومت طالبان را پیش بینی کردن به خود آنها مربوط است و طالب کاری به پیش بینی ها ندارد. اما همین گروه که نماینده قدرتمند بخش سنتی افغانستان است دچار تنش‌های در درون خود نیز شده و این تنش‌ها و تقابل‌ها از جمله از طرف شبکه حقانی با عنوان افراطی‌ترین بخش طالبان از زمان به قدرت رسیدن طالبان نمایان‌تر و جدی‌تر شده است. آیا شبکه حقانی قابلیت این را دارد که به مرور نقش پررنگ‌تر در افغانستان تحت حکومت طالبان ایفا کند یا حتی قدرت بیش از این گروه به میان خواهد آمد؟ پرسش شما دو بخش دارد. اول، وجود تنش در درون جریان طالبان. این درست که طالب یک جریان کاملا یک دست نیست و درون آن دستبندی های وجود دارد و در جریان اصلی آن شورای کویته و شبکه حقانی هستند. اما توجه داشته باشید که این دستبندی نیست بر مبنای سنت های قومی است و امر جدیدی نیست. این دو جریان را می باید در بستر تاریخی و رقابت آنها با سر قدرت نگاه کرد که حداقل از 300 سال گذشته بین دو قبیله بزرگ دورانی و خلجایی وجود داشته است. طالب وارث این روند تاریخی است. دورانی ها در شورای کویته تمرکز دارند و پشتوانه تباری آنها در جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار قرار دارد و شبکه حقانی هم جمعیت قبیلهی عقب مانده غلجایی را نمایندگی می کند که به لحاظ جغرافیایی طبیعی زیست در شرق افغانستان نقش پررنگتری دارند. بنابراین وجود تنش در طالبان در آن حد که از بیرون تصور می شود موضوع حل ناشدنی نیست و اگر هم به برتری یک طرف در قدرت منتهی شود برای طرف دیگر هضم ناشدنی نیست و در چارچوب رقابت‌های تاریخی و قبیله‌ای قابل توضیح می شود و اگر هم به حذف طرف بازنده منتهی شود بازم موقتی تصور خواهد شد و طرف بازنده خود را برای مرحله دیگری از تلاش در جهت قدرت گرفتن آماده نگه خواهد داشت. بخش دوم، موقعیت شبکه حقانی است. در ارتباط با موقعیت شبکه حقانی باید توجه داشت که
شبکه یقانی در حکومت طالبان حضور مؤثر دارد، ولی در بخش سیاست حکومت در مرتبه دوم قرار گرفته و رهبری در دست شورای کویته و جریان قندهاری دورانی است. با این حال شبکه یقانی بخش نظامی و امنیتی را قبضه کرده است و با سازمان اطلاعات اردوی پاکستان یعنی ISI و نیروهای قومی داعش نیز در رابطه اند. شبکه یقانی از این ظرفیت برخوردار است که وجه غالب قدرت در حکومت طالبان شد. یک از مهمترین وعده های طالبان در ابتدای به قدرت رسیدن این بود که دولت فعلی دولت موقت است و به زودی دولت فراگیر با حضور تمام اقلیت ها، جریان ها و احزاب در این کشور بر سر کار خواهد آمد. این موضوع یک از خواسته های غرب از طالبان به شمار می آمد، اما با گذشت زمان به نظر می رسد طالبان این وعده را تنها برای فریب افکار عامه مطرح کرد و اساساً قصد تشکیل چنین دولتی را ندارند. درباره دولت موقت و ادعای طالبان که همه گروه های قومی و مذهبی را در دولت آن شریک خواهند کرد، باید به ساخت ذهنی انحصار طلب طالبان توجه کرد که هم به لحاظ قومی انحصار طلب در قدرت است و هم به لحاظ ایدئولوژیک خواهان قدرت انحصاری است. در این حال طالب همین دولت موقت را فراگیر می داند و وزیر تاجک و یک وزیر ازبک و در سطوح معاون وزرا و ولایت ها تعدادی از قومیت و مذاهب از جمله شیعیان و سایر اقوام با طالبان همکاری دارند، اما این افراد هم تفکر طالبانی دارند و نظر مخالفان منافع قومی و مذهبی اقوام غیر پشتون را نمایندگی نمی کنند. مخالفان بر آزادی مدنی، رعایت حقوق بشر، حق تحصیل و کار زنان، تصویب قانون اساسی و تضمین حقوق مردم تأکید دارند و بر این باور هستند که ساختار قدرت از انحصار قومی و مذهبی خارج و چرخه قدرت از طریق انتخابات آزاد و تشکیل مجالس منتخب تضمین شود. طالب این را با ایدئولوژی خود سازگار نمی داند. بنابراین در نگاه طالب مسئله قومیتی نیست. طالب اساساً به توزیع قومی و مذهبی قدرت اعتقاد ندارد. اگر کسی با طالب هم فکر باشد، قومیت او ملاک نیست، بلکه ملاک همفکری اوست، یعنی همفکری ایدئولوژیک است که در چارچوب شرع و برداشت طالبان از رژیم اسلامی توزیع داده می شود. در نتیجه با توجه به مجمع شواهد موجود و ایدئولوژی طالبان می توان گفت که دولت فراگیری که دیگران تصور میکنند اصلا مد نظر طالبان نیست و امیدتان را از دولت فراگیر و همشمول کاملا قطع کنید. بر همین سیاق طالب را باید جریان انحصار طلب قومی دانست. واقعیت این است که قومیت طالب از زمان مرگ نادرشاه افشار در سال 1747 میلادی که سلطنت مستقل سدوزایی ها در لوی جرگی باغشیر قندهار تأسیس شد، تقریبا در 300 سال گذشته در رأس قدرت بودند و تنها در دوره 9 ماهه سلطنت حبیب الله کلکانی یا بچه سقاو تاجک و 2 ساله برهان الدین ربانی تاجک از قدرت دور بودند. بنابراین این ذهنیت در پشتون ها بسیار قوی است که قدرت حق آنهاست و دیگران اگر میخواهند در قدرت سهیم شوند تنها میتوانند در سطح کارگزاری و نه تصمیم گیری و تصمیم سازی مطرح باشند. علاوه بر این رقابت و مرزبندی داخلی طالبان، عوامل بیرونی از جمله فشارهای اقتصادی شامل تحریم ها و مسدود شدن دارایی های خارجی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز نمیتواند بر سیاست این گروه بی تأثیر باشد. این عوامل و فشارهای خارجی میتواند طالبان را به تجدید نظر در سیاستهای خود وادار کند یا حتی منجر به سقوط طالبان شود. تجربه نشان داده است تحریم و فشار اقتصادی بر طالبان و حکومت‌های مشابه تأثیر تعیین کننده بر جهت‌گیری آنها ندارد، خلاف آنچه از بیرون تصور می‌شود که فشار اقتصادی ممکن است طالب را به تغییر سیاست‌هایش مجبور کند یا حتی باعث سقوط حکومت طالب شود.
واقعیت‌های موجود چنین موضوعی را تایید نمی‌کنند. این احتمال وجود دارد که تحریم‌ها دیر یا زود لغو شوند و تا طالب در جامعه جهانی رسمیت پیدا کند، رقابت چین و روسیه از یک طرف و آمریکا و اروپا از طرف دیگر را نباید نادیده گرفت. فضای منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای نیست که طالب تحت فشار خردکننده قرار داشته باشد و سقوط کند، چه بسا ادامه تحریم‌های اقتصادی باعث شود طالب افغانستان را از تحقیر دائمی حاصل از دریافت صدقه از خارج رها کرده و امکانات داخلی را تحریک و تقویت کند، به طوری که به آنچه دارد بسنده کند و نوع اقتصاد را به تجربه بگذارد که به خودکفایی نسبی منتج شود. با گذشت 7 ماه از فرار اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از این کشور و سقوط دولت او، شاید بتوان نگاه دقیق تری به این اقدام او انداخت. غنی به تازگی در مصاحبه ادعا کرده که در مقابل عمل انجام شده قرار داشت و چاره جز فرار نداشته است. این ادعا تا چه اندازه درست است؟ انتقادهایی که از رفتار سیاسی غنی می شود تا چه میزان ریشه در واقعیت دارد؟ آیا با ماندن غنی در قدرت اردو از هم می پاشید و قدرت مقاومت در برابر طالبان را داشت؟ درباره ادعاهای غنی و قرار و معذرت می خواهم، درباره ادعاهای غنی و فرار غیر منتظره او حرف و حدیث فراوان است. برخی از ادعاهای غنی چندان بی‌پایه نیست. اظهارات جنرال بسم الله قماندان اردویی که قرار بود در برابر طالب بجنگد، گویا این واقعیت است که اردوی وجود نداشته و کاملا از هم پاشیده بود و غنی در آخرین لحظه وقتی با این حقیقت روبرو شده راه جز فرار و نجات دادن جانش نداشته است. او بارها سینه خود را سپر می ساخت و مردم نشان به مردم نشان می داد که خداوند این سینه را برای دفاع از شما آفریده، اما دیدیم که چی بزدلانه آقای غنی از افغانستان فرار را برقرار ترجیح داد. احتمالا سرنوشت دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور مارکسیست افغانستان پیش چشمان غنی فراری بوده است. اگر غنی به دست طالبان می افتاد جانش تضمین نداشت. این بخشی از ادعاهای اشرف غنی درست به نظر می رسد، اما در بخشهای دیگر ادعاهایش بیشتر برای توجیه فرار است. این انتقاد از او تا سطح خیانت مطرح است و بسیاری بر این باورند که اگر فرار نمی کرد طالب وارد کابل نمی شد و موافقتنامه دوحه مبنی بر تشکیل دولت با شرکت طالبان می توانست عملیاتی شود. اما غنی نمی توانست در این دولت حضور داشته باشد و احتمالاً عبدالله و حتی حامد کرزی چانس بیشتری داشتند. در واقع می توان گفت غنی به شدت انحصار طلبانه رفتار کرده است. این در حال است که واقعیت جامعه متکثر قومی و مذهبی افغانستان چنین انحصار طلبی در قدرت را بر نمی‌تابد و هر کدام از گروه‌های قومی و مذهبی سهم خود را از قدرت دیر یا زود مطالبه می‌کنند. با نگاه به تحولات میان حاکمان جدید افغانستان و سایر کشورها، شاهدان هستیم که چین، روسیه و ایران زودتر از دیگر کشورها روند به رسمیت شناختن طالبان را آغاز کرده و با آنها ارتباط برقرار کردند. اخیراً هم مقامات طالبان به این کشورها سفر کردند. این سفرها و تعاملات چه دستاوردهایی برای طالبان داشته است؟ اساساً می توان احتمال داد با گذشت زمان جامعه جهانی رابطه خود را با طالبان عادی سازی کند. درباره روابط طالبان با چین، روسیه و ایران باید توجه داشت، هرچند به ظاهر اینطور وانمود شده که این کشورها شروط خود را برای شناسایی رسمی امارت خودساخته طالبان مطرح کرده است، ولی این کشورها در حال آمادگی برای علنی کردن مناسبات و فعال کردن کامل سفارتخانه های خود در افغانستان تحت رژیم طالبان هستند. حداقل دستاورد سفر مقامات طالبان به ایران، چین و روسیه به کابل نیز مساعد شدن فضا برای علنی کردن مناسبات و رسمیت طالبان است. سایر کشورها در غرب نیز در چنین مرحله قرار دارند و این حالا هم طالبان را به صورت
دو جانبه به رسمت شناختن. شعارهای حقوق بشری را که این کشورها مطرح می کنند نباید جدی گرفت. منافع کشورها و رقابت هایشان در افغانستان در عمل مهمتر از شعارهای حقوق بشری آنهاست. طالب به رسمیت شناخته خواهد شد بدون آنکه تغییر در نگاه ایدئولوژیک این جریان اتفاق بیافتد. یکی دیگر دلایل نزدیکی چین، روسیه و همچنین ازبکستان و طالبان حضور نیروهای قومیشان در قالب داعش در کشور است. نهضت‌های اسلامی قومی ازبک، چین و اویغور و حزب خلافتگرای تحریر این کشورها را مجبور کرد تا با طالب کنار بیایند، تا از خطر سرایت بحران امنیتی افغانستان با قلمرو ملی خود جلوگیری کنند. طالب هم وعده داده است از قلمرو خودش اجازه به هیچ گروهی ندهد که خاک کشور دیگری را تهدید کند. بس این است که آقا طالب انگیزه برای عملیاتی کردن چنین وعده دارد یا نه. به گمان من این بستگی دارد به بخشای اعلام نشده و محرمانه توافق دوحه بین طالبان و امریکا و رقابت قدرت‌های بزرگ شرق و غرب در افغانستان. به این معنا که اگر داعش و نیروهای قومی آسیای میانه علیه قطب شرقی قدرت فعال شوند، قطب غربی قدرت ضرری نمی‌کند و به سودش تمام می‌شود. بخش اعلام شده توافق دوحه تعهد طالبان بود که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش عمل نشود و صحبتی از کشورهای رقیب امریکا نبود. گذشته از این، طالبان حتی اگر بخواهند از فعال شدن نیروهای قومی آسیای مرکزی داعش علیه کشورهای دیگر ممانعت به عمل آورند، معلوم نیست به سادگی بتوانند چنین خواسته ای را در پاسخ به انتظارات چین و روسیه یا ازبکستان عملی کنند. اما با وجود این، سیاست جامع جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان در ماه‌های اخیر نظر به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه داعش مهمترین رقیب طالبان، گروه‌های تروریستی منطقه شرق میانه و آسیای میانه را علیه طالبان متحد کرده و قصد انجام حملات علیه رژیم طالبان دارد. این گزارش‌ها تا چه اندازه جدی است و خطر بروز جنگ داخلی در افغانستان را به چه اندازه محتمل میدانید؟ جنگ داخلی محتمل است و با دو پیامد ناخواسته میتواند امراه شود. اول، باعث دخالت خارجی ها شود و به صورت جنگ نیابتی کشورهای منطقه‌ای و حتی قدرت‌های بزرگ در بیاید. دوم، راه هر گونه مصالحه را به طور کلی مسدود کند و جنگ به بنبست کشانده شود و در عمل افغانستان را به دو حوزه نفوذ قومی شمالی و پشتونها تقسیم کند و با تجزیه ملی و ارضی مواجه و به دو کشور که از قبل صحبت آن به عنوان راه‌های نهایی به میان آمده بود و امریکا به رهبری بایدن نیز آن را تایید می‌کند تقسیم شود. خراسان در شمال و غرب دری زبان و شرق و جنوب پشتونشین یعنی پشتونستان. اما روشن است چون تحول برای هیچ طرف سودی ندارد و همه بازنده نهایی آن خواهند بود، حتی کشورهای همسایه با افغانستان. اگر چنین جنگ در بگیرد به احتمال قوی بر بستر تاریخی آن و در ارتباط با مطالبات قومی بین طالب پشتون و قومیت‌های غیر پشتون، ماحول محور تاجک، ازبک و هزاره داخلی خواهد بود و نه طالبان و گروه‌های قومی آسیای مرکزی یا اویغورهای چین که در جنگ در کنار طالب برای به قدرت رسیدنش جنگیدن. شواهد حکایت از این دارند که جنگ داخلی احتمالی بین داعش و طالبان و نیروهای قومی خارج از افغانستان نخواهد بود و بر بستر تاریخی و قومی بر سر انحصار قومی و ایدئولوژیک مد نظر طالب و توزیع قدرت مورد خواست سایر قومیت ها اتفاق خواهد افتاد. آنچه نامشخص است جنگیری داعش و نیروهای قومی آسیای مرکزی، پاکستانی، هندی و کشمیری و جماعت اسلامی شرق آسیا و اویغورهای چینی است که از کدام طرف دفاع کنند یا بی‌طرف بمانند، چرا که
تداخل داخلی و خارجی قومی وجود دارد. با این حال به احتمال قوی تر داعش در کنار طالب بر مبنای ایدئولوژی قرار خواهد گرفت، نه بر مبنای قومی در کنار ازبک و تاجک. عامل رقابت‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی و تبدیل شدن جنگ داخلی به جنگ نیابتی رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی را هم نباید نادیده گرفت. این هم بخشی از تجربه تاریخی در تحولات افغانستان معاصر است. دوستان ارجمن، هموطنان نهایت گرامی، با هم میریم و یک ویدیو کلیپ را که قبلا آماده کردیم با هم یک جا میبینیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. به نظر میرسه که نشست چین با توجه به جایگاه چین در عرصه نظام بین الملل و میزان تأثیرگذاری و جایگاه تعیین کننده که چین در معادلات کلان بین المللی و منطقه‌ای داره، این نشست میتونه به یک نحوی تأثیرگذارتر از نشست‌های دیگه در قبال اوضاع افغانستان و چگونگی تعیین نسبت بازیگران بین المللی و منطقه‌ای با امارت اسلامی خواهد بود. همه برمیگرده به وضعیتی که چین از او وضعیت برخورداره. بله آقای ارشاد، چی چیز مقامات چین و روسیه را به کابل و طالبان نزدیک میکنه؟ آیا روی غرب و شرق در افغانستان دوباره دارد شکل میگیرد؟ طبیعی است، ممکن از عوامل مختلفی در قضیه دخیل باشه، ولی قبل از هر چیز این حضور بازتاب دهنده نوع آرایش هاییست که در عرصه نظام بین الملل قبلا وجود داشت و حالا هرچی زمان میگذره گویا او روند یا او آرایش ها تحکیم میشه. بازتاب عموم و بازتاب رویارویی است که در آرایش های جدید میان قدرت های اروپایی و آمریکایی و از این طرف قدرت های شرقی میان روسیه و چین گویا در حال شکل گرفتن هست. همه ای طرف ها در صدد بیشینه کردن قدرت نفوذ و حوزه کنترلشان نسبت به نظم سیاسی و از جمله هم در شرق اروپا و در قضایای افغانستان وجود داره و این مسئله توسط هر دو آدرس یا هر دو جانب تعقیب میشه. فعلا هم حضور نمایندگان چین و روسیه در افغانستانی که گویا مورد خشم و غضبی ایالات متحده و قدرت‌های غربی است، پیامدهای نمادین و سمبولیک بر جای خواهد گذاشت و در واقع خط مش بعدی را در این آرایش‌ها تعیین خواهد کرد. بله آقای حسین، طالبان، روسیه و تا حد هم چین از سوی غرب تحریم شدند. آیا شما تا اندازه اشاره کردین، پس فکر میکنید که همکاری چین و روسیه که طالبان رو خیلی امیدوار کرده است کمک به طالبان نمیکنه؟ ببینید، بحث کمک به طالبان، تمام این تلاش ها به اون منظور گویا به انجام میرسه که طالبان از وضعیت فعلی که باش مواجه هست گویا در غیبت یک مشروعیت داخلی و بین المللی قرار داره. تمامی کارگزاران و کنشگران سیاسی امارت اسلامی با تمام وجود تلاش خواهد کردند که حداقل این معضل یا مشکلشان را هر چه زودتر حل بسازند و حل این مسئله جز از طریق همسو شدن با یک طرفی از طرفهایی که آرایش های کلان بین الملل شکل میده ممکن و میسر نیست. و از آنجایی که قدرت های غربی و جمله ایالات متحده به عنوان آدر و غیری امارت اسلامی در او دستبندی ها تعریف شده و گویا یک نارضایتی جدی ایالات متحده نسبت به امارت اسلامی داره، ناگزیر هست که آپشن دوم یا آپشن بدیل را طالبان و امارت اسلامی تعقیب بکنه و او کشور روسیه و چین خواهد بود، به دلیل جایگاه و همچنین او اهداف کلان بین المللی و منطقی که این دو کشور در آرش های کلان بین المللی تعقیب میکنند. خب حالا این تحریم ها چقدر میتواند مانع سرمایه گذاری چین در افغانستان شود؟ ببینید، بحث مانع یا عدم مانع، اگرچه صورت های مختلف را ما ممکنه در
کار در نظر بگیریم. بحث‌های حقوقی و شکلی که معمولاً وجود داره، برخی از تحریم‌ها و مسائل از این دست هم ممکنه تا حدود تاثیرگذار باشه، ولی آن چیزی که روابط واقعی بازیگران و کنشگران بین المللی و منطقه‌ای را می سازه، او جایگاه و موقعیت معطوف به برخورداری از قدرت و اقتداری است که بازیگران از او برخوردار است یا بازیگران از او برخوردار نیست. حداقل شرایط فعلی و او چشمانداز و روندهای کلانی که در حال شکل گرفتن در عرصه جهان هست نشان میده که گویا چین وضعیت متفاوت از گذشته را داره تجربه میکنه. چین دیگه به عنوان یک بازیگری خیلی ساده قابل تحلیل و ارزیابی نیست. چین به عنوان یک از مدعیانی که نظم بین المللی آینده را گویا با اراده خود باید رقم بزنه ایست که گویا دیزاینگر و مهندس بعدی نظم بین المللی به شمار میه و متناسب با ای بحثای سیاست گذاری، بحثای سرمایه گذاری و حتی چگونگی حضور یا عدم حضور چین دیگه بر اساس اراده سایر بازیگرها تعیین نخواهد شد و چین از او جایگاه برخورداره که خودش تعیین کننده همه مناسبات باشه. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در پایان برنامه از گپ گپ میخیزی امشب مروری داریم به اوضاع اوکراین پس از 4 هفته تجاوز اردوی روسیه به اوکراین. باید دید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا چه حد در تحقق 3 هدف خود موفق شده است. پوتین در هر 4 هدف که داشت نه تنها موفق نشده است که به اهدافش دست یابد، بلکه نتیجه معکوس داشته است. شکست میدانی، روانی، تبلیغاتی و اخلاقی از مردم اوکراین. در هفته اول جنگ روسیه اکثریت نزدیک به اتفاق مردم اوکراین را با بسحنه آوردن تانک ها و نفربرها و بعد بمباران مناطق غیر نظامی از دست داد. هزاران فیلم گرفته شده توسط مردم عادی و نه خبرنگاران از مواجهه مردم با تانک ها و سربازان روس نشان می دهد که مردم عادی اردوی روسیه را اردوی متجاوز می دانند. یعنی مردم عادی اردوی روسیه را ارتش یا اردوی متجاوز می دانند و استقلال و تمامیت ارضی کشور خود را خواستارند. حتی اگر اردوی روسیه با ویران کردن اوکراین همه کشور را اشغال و اردوی اوکراین را نابود کند، دیگر غیر ممکن است که ولادیمیر پوتین مردم اوکراین را در سمت خود داشته باشد. هیچ ملتی با 10 میلیون آواره تا این زمان متجاوز را آزادی بخش تصور نمی کند. اوکراین سال 2022 دیگر اوکراین است. اوکراین سال 2022 کریمیا نیست که پوتین بتواند با یک همه‌پرسی قلابی آن را زمیمه خاک روسیه کند. هر دولت دست نشانده ای که مسکو در کیف روی کار بیاورد به فرض دشوار اشغال کیف بلافاصله بعد از خروج اردوی روسیه سقوط خواهد کرد. این اتفاقی که در افغانستان پس از خروج اردوی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی افتاد. اگر در دوران تجمع نیروهای روسیه در مرز اوکراین با 2 روز اول تصور شکست روسیه کمتر مطرح می شد، امروز پس از 4 هفته این شکست در عرصه نبرد یک احتمال معقول به حساب می آمد. اردوی روسیه نشان داده است که تنها قادر است با راکت و توپ و بمباردمان مناطق نظامی و غیر نظامی را با خاک یکسان کند. اما در پیشروی در صحنه نبرد، مخصوصا نبرد میدانی، قابلیت زیادی ندارد. گزارش ها از بازداشت یکی از مقامات بالای سازمان جاسوسی روسیه یا کی‌جی‌بی روسیه نشان از ناکارآمدی این سازمان در تدارکات اطلاعاتی حمله به اوکراین دارد. حمله به اوکراین
آغاز بر پایان ابرقدرتی انرژی روسی پوتین در حمله به اوکراین، متحدان اروپایی و بخش قابل توجه تجارت خود با این قاره را از دست داد و بخش‌های را نیز به زودی از دست خواهد داد. تحت تأثیر افکار عمومی، بساط ماشین تبلیغاتی روسیه مثل تلویزیون آرتی در غرب برچیده شد. از 600 میلیارد دلار ذخایر روسیه در بانک‌های خارجی حدود 400 میلیارد دلار آن ضبط شده است. در نتیجه حمله روسیه و نگرش منفی افکار عمومی، اگر سیاستمداران در اروپای شرقی و غربی نیمه نگاهی به روسیه و سبک رهبری پوتین داشتند، باید با روسیه پوتین فاصله بگیرند. دوران دعوت پوتین به اتریش برای مراسم عروسی وزیر خارجه به پایان رسیده است. حتی آنها که سبک رهبری پوتین یا سیاست‌های او را میپسندیدند، حالا باید با مردم اوکراین همراهی کنند. دادگاه یا محکمه بین‌المللی عدالت حکم صادر کرده است که روسیه اقدامات خود را در اوکراین متوقف نماید و تحقیق در مورد احتمال جنایت جنگی دولت روسیه را آغاز کرده است. از 15 عضو این محکمه 13 عضو آن به نفع این حکم رأی دادند و تنها دو قاضی روس و چینی با آن مخالفت کردند. محکمه حقوق بشر اروپایی تحقیقات خود را آغاز نموده است. این امر می تواند به محاکمه پوتین و فرماندهان نظامی او منجر شود. پوتین این اقدامات قضایی را نادیده می گیرد، اما این حکم تحریم ها علیه دولت پوتین را مشروع می کند. محاکمه بین‌المللی در حال جمع‌آوری و ثبت و ضبط شواهد مربوط به جنایت جنگی و نسل‌کشی پوتین در اوکراین هستند. این اقدامات قضایی روسیه را رسما به عضو یاغی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است. در نتیجه روسیه از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی کنار گذاشته خواهد شد، موقتا به صورت تعلیق. تقویت ناتو و افزایش بودجه های نظامی در کشورهای عضو آن، ایرلند در دوران مابعد جنگ جهانی دوم، موضع خونسا در برابر ناتو داشت، اما پس از حمله پوتین به اوکراین موج درخواست افکار عمومی برای پیوستن به ناتو در این کشور در حال برآمدن است. در فنلند در هفته سوم جنگ 62% موافق پیوستن به ناتو شدند و تنها 15% مخالف آن هستند. پوتین نه تنها ناتو را از پیمان در حال بی اثر شدن نجات داد، بلکه موجب افزایش بودجه های نظامی کشورهای عضو و هم تشویق پیوستن کشورهای غیر عضو به این پیمان نظامی شدند. برای اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، این اتحادیه به کشور خارجی اسلحه ارسال می کند. آلمان از سهمی که به ناتو می‌پردازد 100 میلیارد دلار در امور دفاعی مصرف خواهد کرد و تیارات جنگی F-35 از ایالات متحده آمریکا خواهد خرید. خب خیلی ساده عرض بکنم، طراحی بد و از اون مطرح اجرای بسیار نامناسب این جنگ یا عملیات ویژه، هر چیزی که بخواید اسمش رو بذارید، به نظر میرسه که گزارش های اطلاعاتی که FSB سازمان اطلاعاتی روسیه به رهبری و فرماندهان سطح بالای ارتش روسیه داده بود کاملا اشتباه بوده. بر اساس این تصور بوده که مردم اوکراین بسیار از دو دولتشون ناراضی هستند و اراده جنگیدن و مقاومت کردن ندارند. بیش از حد این طراحی نظامی متمرکز بود روی تصرف سریع شهر کیف پایتخت اوکراین و به تبع اون یک واکنش، یک پیامد دامینو افکت که این که شهرهای دیگه هم به سرعت سقوط میکنن، خیلی سریع میتونن نظام سیاسی و در نتیجه مقاومت سازمان یافته رو در اوکراین در هم بشکنن و کشور رو در اختیار خودشون بگیرن. ولی نتیجه این واقعیت کاملا متفاوت از این بود. مردم اوکراین برخلاف تصور روسیه مقاومت بسیار زیادی به خرج دادن و جلوی پیشروی سریع روسیه رو گرفتن. البته از طرف دیگه روسا از هر جهت که همونطور که عرض کردم برنامه‌ریزیشون اشتباه بوده، پشتیبانی
لوجستیکی از حملاتشون انجام نشده و همینطور نتونستن اونطوری که میبایست برای یک حمله به عباس ها از ترکیب نیروهای نظامیشون استفاده بکنن، از ترکیب توان دفاعی استفاده بجا از اطلاعات و همینطور توان زمینیشون استفاده بکنن. زلنسکی آقای ندیمی، از کشور اروپایی خواسته تا به اوکراین تسلیحات نظامی بدن، چه تسلیحاتی رو درخواست داده برای جنگ با روسیه؟ خب ایشون در درجه اول سیستم های پدافند هوایی، هواپیما های جنگنده و تانک درخواست کرد. من فکر میکنم جلسه ای که دیروز گذاشته شده بین وزرای خارجه و دفاع با حضور پرزیدنت بایدن بین دو کشور به نظر من بسیار تعیین کننده خواهد بود که دقیقا مشخص بشه برای آمریکا که چه سلاحهایی اوکراین مورد نیازش هست و چطوری میشه این سلاح ها رو در اختیار اون کشور قرار داد. طبیعتا سیستم های آمریکایی و غربی بسیار بهتر کار میکنن ولی مستلزم آموزش های بیشتری هستن، چون در واقع موشک ضد تانک شونه پرتاب خیلی فرق میکنه یه سیستم پیشرفته پدافند هوایی یا تانک های اندک ابرامز. در نتیجه تاکید اولیه رو این خواهد بود که تجهیزاتی که از قبل در اختیار اوکراین بوده براشون تامین بکنن از موجودی کشورهای شرق ناتو. بنابراین زمانی خواهد برد ولی احتمالاً تجهیزات بیشتری در هفته‌ها و ماه‌های آینده در اختیار اوکراین قرار می‌گیره اگر جنگ ادامه پیدا کنه. سیاست دولت بایدن در برابر آمادگی پوتین برای جنگ و بعد حمله به اوکراین از این قرار است: انفعال و واماندگی کامل در پیشگیری و بعد کمک‌های قطره‌چکانی، آن هم در هنگام از حدود دو ماه پیش از 24 ماه فوریه سال جاری و حمله نظامی روسیه، مقامات آمریکایی خبر داشتند که پوتین می‌خواهد حمله کند و بایدن چندین بار از این موضوع سخن گفت. اما پس از دو هفته از شروع حمله، راکت‌های استینگر که تنها اهداف نزدیک به زمین را می‌تواند بزند مثل هلیکوپتر، و پس از سه هفته 100 تیاره بی پیلوت که می‌تواند از آنها برای زدن تانک استفاده شود از سوی آمریکا در اختیار دولت اوکراین قرار گرفت. بایدن برای عدم تحریک پوتین از مثال معروف ما افغان ها استفاده کرد، یعنی نزده می رقصد، می گذارد تا مردم غیر نظامی کشته شوند و افکار عمومی آماده شود و بعد در هنگام به اوکراین کمک کند. دولت بایدن پیش از آغاز حمله می توانست سیستم های دفاع S-300 را که برخی از کشورهای اروپایی عضو ناتو در اختیار دارند و اردوی اوکراین می توانست با آنها کار کند و کاملا جنبه دفاعی دارد در اختیار اوکراین بگذارد، اما این کار را نکرد و زلنسکی پس از سه هفته از آغاز جنگ این موضوع را در سخنرانی خود در کنگرس ایالات متحده آمریکا مطرح نمود. بر صورت نشانه های شکست میدانی پوتین در اوکراین به مرور زمان آشکار می شود. پوتین و مشاورانش در حباب توهمات و بایدن و مشاورانش در حباب واماندگی و درماندگی زندگی می کنند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امشب نزدیک می شویم. با امید آزادی و آرامی مردم افغانستان و با امید استقرار صلح و سلام در افغانستان و پایان بدبختی ها، بیچارگی ها، مظالم و آلام در افغانستان، شما را به خدا سپرده لحظات خوش و راحتی را برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار. افغانستان
یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور.